یه صحبتی که به اشتباه همه یعنی توی جامعه ایرانی شنیده میشه اینه که من برم توی جامعه آمریکا و اونجا زبانم خوب میشه. یه چیزی که بین ایرانیایی که میخوان بیان مشترکه اینه که میخوان هر جوری شده از زیر این زبانه یه جوری در برن. مثلا خیلی‌ها رو دیدم میرن دنبال دانشگاهی میگردن که مثلا مینیمم تافلش مثلا پایین‌تر باشه. اگه مثلا اینا مثلا 82 و 3 شدن مثلا فکر نمی‌کنن شاید بهتر باشه که یه بار دیگه امتحان بدن یا بیشتر تلاش کنن سطح زبانشون رو ببرن بالاتر، دنبال دانشگاهی میگن که با همون نمره بتونن مثلا پذیرش بگیرن. خیلی از من میپرسن که میشه ما پذیرش بگیریم بیایم اونجا بعد اونجا زبان بخونیم؟ خب این چیزایی که اصلا فکر نمیکنن که از اون موقعی که سوار هواپیما میشن تا برسن اینجا و حالا بخوان برن حساب بانکی باز کنن هر کاری بخوان بکنن همش لنگ این زبانه. خیلی از مواقع پیش میاد حتی همون قبل از اومدن هم مشکل باهاش مواجه میشن، موقعی که استاد بخواد باهاشون مصاحبه تلفنی یا اسکایپ بکنه که اگه نتونن اون حداقل مینیمم ها رو داشته باشن و بتونن صحبت بکنن اون وقت دیگه نمیتونن به هدفشون برسن. اینی که یه نفر فکر کنه دقیقاً با بودن توی محیط میتونه زبانش در به نظر من یک توهمه. چون بودن کسایی که مثلا 5 سال اینجا 4 سال اینجا ولی خب همچنان زبانشون مثلا خیلی خوب نیست. من مثلا یکی از کسایی که ایرانی که باهاش آشنا شدم قبل از اینکه بیایم، من آنکارا که رفته بودم واسه پیکاپ ویزا چیز بود، ایرانی بود که اومده بود آمریکا یه سال خورده درس خونده بود برگشته بود و دوباره زنگ میزد واسه استادش صحبت کنه میبینم هیچ فرقی با منی که خیلی زبانم بلد نیستم نداره. ما آقا مثلا چه جوری هست که شما یه سال خورده ای اونجایی و هنوز اتفاق مثبتی برای زبان نیفتاده؟ من به نظر خودم ایران که بودم، چون مخصوصا 6-7 ماه آخر برای تافل میخوندم خیلی خیلی بهتر انگلیسی صحبت میکردم، رایتینگ هم خیلی به نظرم بهتر بود. اینجا چون بیشتر مثلا پای کامپیوتر که میشینم کد مینویسم یا مثلا اگه با دستگاهی کار میکنم با اون دستگاه کار میکنم، نیازی نداره کسی حرف بزنم. احساس میکنم که ایران بودم دامنه لغتی که استفاده میکردم خیلی بیشتر بود. تا اینجا که آمدم صبح کسی رو میبینم 4 تا جمله خیلی خاص به کار میبرم، ظهر غذا میخوام بخورم مثلا با دیس و دت و اینا مثلا میگم این و تمام میشه. بعد بیشتر فکر میکنم 10 روز قبل تافل هم خیلی زبانم بهتر بود تا الان که مثلا اینجا هم احساس میکنم زبانم ضعیف‌تر شده. ماهایی که واسه ادامه تحصیل میخواییم بیایم باید زبان رو همونجا یاد بگیریم. اینجا کسی به شما زبان انگلیسی یاد نمیده. سلام علیک کردن با همکار و استاد و اینا اون اینا زبان نمیشه واسه شما. یه 4 تا جمله میتونی یاد بگیری ولی اون بیس زبانی رو باید داشته باشی. چند تا دوست آمریکایی داری؟ اگه بخوام آنست باشم هیچ دارم. چون که یکی از خب مشکلاتی هم که الان من دارم، یعنی خودم دغدغه‌ای فکر می‌کنم که چرا با آمریکایی‌ها در ارتباط نیستیم. اما اینکه من دانشگاه مهندسی هستم، بعد خیلی کم آمریکایی نیتیو که اونجا مهندسی بخونن. بعد دوباره مثلا میریم مقطع گریجویت پی اچ دی که خیلی کمتر میشه تعدادشون. و اینکه خب من استادم ایرانی بود، دانشجویی که گرفته بود همه ایرانی، یعنی ما توی آزمایشگاه هم توی محیط ایرانی هستیم. چه جالب. خیلی شاید خب یه چیزش خیلی خوب باشه ولی توی بلند مدت خیلی هم خوب نیست به نظر خودم، چون که خیلی نمیتونیم با فرهنگ غربی حالا یا ارتباط پیدا کردن با آدم خارجی میتونه خب تاثیر میذاره. اما خب معمولا هممون واسه آمریکا یا هر کشور دیگه که بخوام اقدام بکنیم حد اقلش اینه که تافل یا آیلتس رو میدیم و به هر حال با یه نمره که قابل قبول دانشگاه باشه که چیز کمی هم نیست حتما خب به هر حال آمادگی کسب میکنیم.
ولی اون میزان زبان واقعا اصلا کافی نخواهد بود، مخصوصا در مواقعی که آدم با یه نیتیو آمریکایی مواجه بشه، واقعا به اون کمبود بنیه زبانیش واقف میشه در اون لحظه و تنها چیزی که میتونه پوشش دهنده این برحال ضعف اون باشه زمانه در وهله اول. و در وهله دوم خب مثلا داشتن کسانی که آدم بتونه از قبل رفت و آمد باشون یاد بگیره و خب اکثرا آمریکاییان که میتونن به ما اون آموزش لازمی رو که نیاز داریم تو جنبه زبانی بیشتر به همون بدن. ولی خب اینا همه مستلزم زمانه. خب مثلا اگه خود من اگه کسی چه میدونم فارسی بلد نباشه درست مثلا میگم مثلا مثلا کم بلد باشه باهاش تند صحبت نمیکنم، یعنی با لحن عادی خودم صحبت میکنم مثلا آروم‌تر بفهمم. اینجا پیش اومده 10 بار مثلا یارو یه مطلبی رو توضیح داده میفهمی میبینه که مثلا مثلا این به اصطلاح سیاه‌پوستاشون که خیلی دیگه اصلا یه جوری صحبت میکنن که فکر کنم خودشون هم نمیفهمن، حالا ببینم چجوری هم دیگه رو میفهمن اینا. بارها که شما یه چیزی گفته فقط بعد ما بگردیم از لابلای صحبت اینا این تک کلمه ها رو بگردیم بعد یه ارتباطی بین اینا پیدا بکنیم. حتی پیش اومده مثلا یکی یه حرفی رو زدیم ما متوجه نشدیم مثلا گفتیم میشه تکرار کنی دقیقاً همونو دوباره گفته، دقیقاً همونو با همون لحن و همون میگیم آقا آندرستند نمی کنیم با سخته یه خورده مثلا دقیقاً. سعی کنیم فعالیت های داشته باشی که چند ساعت در روز مجبور بشی با انگلیسی زبان ها صحبت کنی و به خاطر اینکه همه احساس میکنن زبانشون خوب نیست ترس دارن از این قضیه. خود من ترس داشتم خاطر این سعی میکردم یه جوری باشه که با انگلیسی زبان صحبت نکنم. این واقعا به نظر من خیلی چالش بزرگی زبان که مثلا من که دانشجو هستم سر کلاس رفتن و با دوستا برقرار کردن پرزنتیشن های کلاسی همیشه، یعنی تا الان زبان برام یه مسئله بوده. من به شخص برای خودم انگلیسیم در اون حیطه شغلم خیلی مهمه که بلد باشم تو اون حیطه صحبت کنم، ارتباط برقرار کنم. ولی چون به نظر خودم بک‌گراند مثلا اگه بخوام با یه دوست آمریکاییم درباره برنامه کودکان دهه 70 صحبت کنم، این علاوه بر اینکه یه سری لغت‌های خاص نیاز داره، یه سری بک‌گراند هم نیاز داره. من اون شخصیت‌های کارتون رو بشناسم، من با اون کارتون بزرگ شده باشم. وقتی که اونا رو ندارم، اون شخصیت ها رو نمیشناسم، اون برنامه کودکان از بچگیم ندیدم، اگه اون لغت ها رو بدونم نمیتونم استفاده کنم چون کارتون ها رو نمیشناسم چی بوده. این یه مقدار مشکل به وجود میاره. Do you have a lot of international friends here? No, I don't. Just show some interest in the things, I guess some more American type cultures, and also I know myself, if I see someone with a maybe a different accent or something, I'll want to talk to them and find out more about them too. So if they just start a conversation, that'll really help. So. And but you didn't yet, right? I've talked to a few, but they're not like my close friends. So. Okay. So why they couldn't be your close friend? Because they didn't know the culture. Yeah. Or, so the culture is important. What aspect of culture is important for them to learn so they can interact with Americans? Things like music and movies and things like that. Things that are going on right now that you can interactive media, things like those, all that. So. Okay, thank you. زبان خوب نخواهد شد تا ارتباطاتتون رو با آدمای غیر ایرانی زیاد کنید. منظور من واضحه. مثلا زبان من خوب نخواهد شد اگه من فقط برم سر کلاس درسامو بگیرم، ریسرچمو انجام بدم، بیام تو جمع ایرانیام. زبان من اصلا خوب نمیشه چون 4 تا جمله میگم به استادم، یه برگه امتحانی میدم و کارم انجام میدم. این زبان خوب نخواهد شد. این تجربه رو من ترم اول داشتم. زبان من اصلا به اندازه کسی که 4-5 ماه توی دانشگاه انگلیسی زبان تحصیل کرده خوب پیشرفتی نداشت. دیدم اصلا پیشرفتی نمیکنه. شاید اگه شما بخواید این فیلم باشه و یه برنامه راهکاری باشه برای بچه‌ای که می‌خوان بعداً بیان آمریکا، این بگم که بچه‌ها اگه بتونن قبل از اومدنشون توی زمینه اسپیکینگ و لیسنینگ واقعاً با معیارای محیط واقعی خودشون رو تطبیق بدن، نه کامل ولی این آمادگی رو داشته باشن، خیلی می‌تونه بیشتر بهشون کمک کنه.
میگم چرا توی کس مواردی بود که من خودم خود بهش فکر میکنم که کاش قبل از این که بیام اینجا این اصلا کار کرده. بیا رخوشه برداریم، قدم در راه گذاریم، کجا هر جا که پیش آید، کجا هر جا که اینجا نیست. من اینجا نوازش نیست چون آزاد ترسانم، زستی زن زستی خور و زی کسی ردیباز ترسانم. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کسش ندوده، به سوی سرزمین های در آن خشنی بکروشیده است و نشلن برویش هم به بیسان زرزر بوده که چونینی پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد سهرایی که نگذارد توی از خون گرم خیشتن جایی و ما بر بیکران سبز و مخملونه دریا می اندازی زورخ های خود را چون گل بادان و مرغان سفید بادبان ها را می آموزی که بال شرطه را آغوش بکشویند. من میرانی گاهی تون گاه آرام. بیا ای خسته خاطر دوست، ای مانند منزل تنگ و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. بیا رخوشه برداریم، قدم در راه بی‌فرجام بگذاریم.